آقای منشه امیر، برگردیم به انتخابات اخیر در اسرائیل و دولت ائتلافی راستگرایان، به ویژه موضوع شرکت حزب اسرائیل بیتونا یا حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آقای آویگدور لیبرمن وزیر خارجه فعلی اسرائیل تنش‌هایی رو ایجاد کرده با توجه به سابقه ایشون در ضدیت با راه حل تشکیل دولت مستقل فلسطینی. شما فکر میکنید رویکرد جدید دولت اسرائیل در قبال صلح خاورمیانه، یعنی امیدها برای صلح رو تضعیف خواهد کرد، کمان که چنین تحلیلی در رسانه ها وجود داره؟ ببینید، راجع به آقای آویگدور لیبرمن باید گفت که فرد بسیار صریحی است و اگر عقیده رو بیان کرده واقعا بهش اعتقاد داره. آقای لیبرمن دو نکته رو گفت. گفت من آناپولیس رو نمیپذیرم ولی راهنمای مسیر رودمپ رو قبول دارم و در رودمپ نوشته شده است که باید دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم باشن. میخواهم تذکر بدهم که حتی خود فلسطینی ها آناپولیس رو هنوز نپذیرفتن و 4 سال 3 سال بین آقای دولت آقای اولمرت و آقای احمد قره و محمود عباس مذاکرات جریان داشت و به نتیجه نرسید. الان دولت جدیدی در اسرائیل به روی کار آمده که میگوید اون شیوه ها به بن‌بست رسید، ما میخواییم شیوه های جدیدی رو آزمایش بکنیم. آقای نتانیاهو میگوید که ما باید با صلح اقتصادی آغاز بکنیم، یعنی بیاییم وسط زندگی مردم فلسطینی رو بالا ببریم، یک امیدی در دلشون به وجود بیاریم. مسئله اینجا سیاست های اسرائیل نیست، مسئله در این است که ملت فلسطین باید صلح رو بپذیره، از نظر ذهنی روحیه آماده بشه برای صلح با اسرائیلیان و بپذیره که این دو ملت و این دو پسر عمو میتونن در کنار هم زندگی بکنن. یعنی آموزش فلسطینیان به این که بیایند و بتونن در کنار اسرائیلی ها با صلح زندگی بکنن. آقای امیر، اگه اجازه بدید کمی به پیشتر باز میگردیم. بسیاری از رسانه های حتی عرب زبان نوشتن که سخنان و معذرت میخوام مواضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل، سخنان تند آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل به پیروزی راستگرایان افراطی، ملیگرایان افراطی در اسرائیل کمک کرده. شما تا چه حد این تحلیل رو میپذیرید؟ بله، اگر ما این فرضیه رو بپذیریم که حماس در واقع به عنوان بازوی عملیاتی حکومت ایران در نوار غزه رفتار میکنه، مسلماً آنچه که شما گفتید درست است. ببینید، بین اسرائیل و حکومتی که در غزه قدرت رو به دست داره 6 ماه آتش‌بس نانوشته برقرار شده بود. بعد از گذشت این 6 ماه حماس گفتش که ما این آتش‌بس رو ادامه نخواهیم داد، ما به جنگ و موشک پرانی علیه اسرائیل ادامه خواهیم داد و ما در جریان جنگ عملیات سرب گداخته دیدیم که اونها حتی موشک گراد دارن. این موشک گراد رو کی برایشون آورده؟ میبینیم که حسن نصرالله در سخنرانی مشهور چند روز پیشش از پناهگاه و از مخفیگاه خودش در بیروت تأیید کرد و اعتراف کرد که بله، ما سلاح‌های حکومت اسلامی ایران رو از طریق خاک مصر به دست حماس می‌رسوندیم. بنابراین آن عاملی که باعث وارد شدن حماس به جنگ علیه اسرائیل شد حکومت اسلامی ایران بود که می‌آید و فلسطینیان بیچاره و بیگناه رو گوشت دم توپ می‌کنه برای اجرای هدف‌های نامشروع خودش، برای انحراف افکار عمومی جهان از مسائل اتمی ایران، برای آشوب به راه انداختن در کشورهای عربی و به این امید که بتواند اسلام شیعه رو در سراسر دنیای مسلمان برقرار بکنه. بله آقای امیر، اگه اجازه بفرمایید به ایران برگردیم. اخیراً پرزیدنت اوباما در ترکیه
سخنانی درباره ایران ایراد داشتن. من تکرار نمی کنم، ولی دو روز پیش روزنامه نیویورک تایمز هم میدونید که نوشتند احتمال این که آمریکا در مذاکرات با ایران پیش شرط‌های قبلی رو برداره، یعنی توقف غنی‌سازی رو، وجود داره. موضع اسرائیل فکر می‌کنید در این رابطه چه خواهد بود با توجه به اینکه اسرائیل اونطور که دیده میشه از رسانه‌های اون مخالف به گفته خود نرمش در مقابل ایران هست؟ بله، دو نکته رو در اینجا باید توضیح بدم. یکی این که سخنگوی کاخ سفید واشنگتن نوشته نیویورک تایمز رو تکذیب کرد و اعلام داشت که ایالات متحده همچنان توقف غنی‌سازی اورانیوم رو شرط اصلی میدونه از خواسته های خودش و در این مورد گذشت نخواهد کرد. گرچه باز باید تاکید بشه که نه تنها نیویورک تایمز این مطلب رو نوشت، بلکه فاینانشال تایمز هم چندی پیش همین خبر رو به شیوه دیگری بیان کرده بود. مسلم این است که در دولت پرزیدنت اوباما عواملی وجود دارند که در چارچوب بازنگری کلی در همه سیاست‌های آمریکا از خودشون می‌پرسن که خب حالا اگر ایران اتمی هم بشه چی میشه؟ اسرائیلی ها میگویند که اگر آقای اوباما میخواهند که راه جدیدی را آزمایش بکنن، خواهش میکنیم این کار را انجام بدن، مذاکرات آغاز بشه. فقط یه نکته رو ایشون باید در نظر داشته باشن و اون این که یک مهلت زمانی مشخصی رو از پیش تعیین بکنن، بگن در چارچوب این مهلت ما حاضریم که با ایران گفتگو بکنیم، به خاطر اینکه واقعا سران جمهوری اسلامی ایران استادن در مذاکرات بدون نتیجه. بیاد بیاریم که 3 سال تمام اونها با نمایندگان اروپایی مذاکرات اتمی داشتن، به کجا انجامید؟ بنابراین اسرائیل میگوید که بیایید 1 ماه یا 2 ماه رو تعیین بکنید، بگید در چارچوب این 2 ماه ما میخواییم که با شما گفتگو بکنیم. ببینید همین امروز احمدی نژاد در دیدارش از کرمان میگوید که بله، ما یه بسته پیشنهادی جدید تهیه کردیم یا در دست تهیه داریم، اون رو به زودی عرضه خواهیم کرد. اینها بیاین یک چیزی رو عرضه بکنن، در حاشیه باید بگم که پیشنهاد پیشینشون اصلا مورد توجه کشورهای جهان قرار نگرفت، برای اینکه مطلبی درش نبود که واقعا شایسته پاسخگویی باشه. این شیوه وقتکشی حکومت اسلامی ایران است که میخواهد در زیر پوشش گفتگو با پرزیدنت اوباما بیاید و به برنامه‌های اتمی خودش ادامه بده و باید جلوش رو بگیرن و نگذارن که این ترفند کارساز باشه. درباره آقای امیر مهلت زمانی صحبت کردید. مقامات اسرائیل بارها تأکید کردند که جمهوری اسلامی فاصله چندانی برای دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی نداره. آیا سوال این هست، آیا اسرائیل که بارها تهدید به اقدام یک جانبه کرده، حال که آمریکا اینطور پیداست که احتمالاً با اسرائیل همراهی نخواهد کرد، اسرائیل دست به اقدام یک جانبه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد زد به نظر شما؟ بله، ببینید در مورد اینکه چه هنگام حکومت ایران نخستین بمب اتمی خودش رو خواهد داشت، ارزیابی‌ها مختلفه. در اسرائیل میگویند بین 6 ماه تا 1 سال. در ایالات متحده آقای رابرت گیتس میگوید که اینها هنوز فاصله بسیار دارن. آقای جان میولن هم درست حرف برعکس آقای گیتس رو میزند و میگوید که این مهلت بسیار کوتاست. در یک جمله میتونم خلاصه بکنم، اگر دنیا اقدام نکنه، اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای مجهز بشه، اگر اسرائیل احساس بکنه که تنها مانده در این مبارزه باید از جان خودش دفاع بکنه. این درست مثل این است که فرض بفرمایید همسایه شما با یک چاقوی بزرگ قصابی آمده میخواهد به شما حمله بکند و میگوید که من این چاقو رو میزنم و تو رو میکشم. مسلمه که شما اولین اقدامی که تلاش خواهید کرد انجام بدید این است که بیایید و این چاقو رو از دست اون فرد بیرون بیاورید که اون تعرض انجام نشود.